خب در افق نگاه ما سایه سجده های تو کاش به خانه ام برد، قافله دعای تو در همه جاست، طرح تو در همه جاست، یاد تو بر دل ماست، خوب من این همه جای پای تو. عرض ادب و احترام دارم خدمت شما همیاران عزیز و ارجمندم. امیر درخشان عزیز برنامه رو هدایت میکنه، از او صمیمانه سپاسگزارم. در هفته و ماه های اخیر توجه جامعه ایرانی چه در درون کشور چه بیرون از ایران به پرونده ریحانه جباری بوده. همین ساعتی پیش نگاه میکردم به نشریه بیل که از نشریات پرتیراژ در آلمان، دیدم یه گزارش مفصل داره از سرنوشت ریحانه. تیتر درشش هم این بود که مبادا سرنوشت ریحانه رو ما پشت گوش بندازیم نسبت به سرنوشت آدمی که داره به خاطر زندگیش می جنگه بی اعتنایی کنیم. این عنوان یک نشریه است که در اروپا منتشر میشه. نشریه پرتیراژ بالای 4 میلیون تیراژ داره و شرحی داده و شرح مفصلی از جمله اشاره کرده بود به اینکه یک تومار در این در روی اینترنت هست که مردم میتونن برن اون رو امضا بکنن در حمایت پشتیبانی از ریحانه و تلاش برای نجات ریحانه از چنگال مرگ. تأکید کرده بود که تا به حال 200,000 نفر در گوش و کنار دنیا این تومار رو امضا کردن، از جمله در بین امضا کنندگان میشه اسامی شخصیت هایی مثل بانکیمون، دبیرکل سازمان ملل متحد، خانم اشتون، نماینده سیاست خارجی اتحادیه اروپا در گذشته، و آقای شهید که نماینده حقوق بشر سازمان ملل و شخصیت های دیگر بین المللی. خب نشون دهنده توجه جهانیان به سرنوشت یک دختری که الان چیزی حدود 7 سال از زندگیش رو در زندان به سر میبره تاکید شده بود در این نشریه که الان فشار بیشتر برای به این منظوره که بلکه بتونن رضایت خانواده مقتول رو جلب بکنن. و گزارش داده بود که آقای جباری پدر ریحانه موفق شده بالاخره با پسر آقای سربندی، یعنی آقای جلال عبداللهی سربندی، دیدار بکنه در تهران و از او درخواست بخشایش دخترکش رو داشته باشه. متاسفانه بنابر گزارش نشریه ایشون توفیقی در این ملاقات به دست نیاورد. بروی و گفتگوهای دیگری بود با برخی منابع حقوق بشر در اینجا و اونجا. سخنگوی سازمان بمب را متوقف کنید که باز او هم درباره ریحانه صحبت کرد و خاصه نشون دهنده توجه دنیاست به پرونده ریحانه، اونم تازه در این آشفت بازار منطقه خاورمیانه. هنوز نشون میده که این بشریت و به اصطلاح حرمت انسانی زنده است و داره زندگی میکنه. دیدم که پرسشی داشتن جوانها روی در فیسبوک درباره وضعیت در آمریکا، مثلا اگه زنی در آمریکا مورد تجاوز جنسی قرار بگیره، کسی بخواد بهش تجاوز بکنه، از خودش اگه دفاع بکنه چه اتفاقی رخ میده، قانون درباره او چه تصمیم میگیره، آیا تصمیم گیری های خانواده مقتول هم در روند به اصطلاح پرونده مؤثر روند بازجویی محاکمه و از این قبیل، یا اینکه نه. اجازه که در این زمینه بریم به سراغ شخصیتی که تلاش های بسیار کرد هم برای مبارزه با اعدام در ایالات متحده آمریکا و دیگر کشورها، مرکز مطالعات اعدام در دانشگاه دولتی تگزاس رو بنیان گذاشت، و هم این که کار قشنگ دیگر خانم علی نژاد، مادر گرامی که یک محکوم به اعدام رو در شهر نور بخشود رو نامزد جایزه صلح نوبل کرد، یعنی پیشنهاد کرده که خانم علی نژاد رو در فهرست نامزدهای جایزه صلح نوبل قرار بدن. خانم دکتر ساناز علسی عزیز، درود بر شما. درود به شما و درود به همه بینندگان عزیز. خوشحالم شما رو میبینم. لطف کردید دعوت ما رو قبول کردید برای شرکت در این برنامه. خب دکتر، سال اول اینی که آیا
در قانون در مورد پرونده های مشابه در آمریکا چه تصمیم گرفته؟ چه اتفاقاتی افتاده؟ بله، در مورد مطلب نخستی که شما مطرح کردین، در مورد اینکه بخشش اولیای دم یا خانواده مقتول چه تأثیری میتونه در سرنوشت پرونده داشته باشه در آمریکا، خب تفاوت قابل ملاحظه‌ای در این خصوص بین ایران و آمریکا وجود داره. در ایران همونطور که شما میدونید و شاید بینندگان عزیز بدونن، ما Islamic Criminal Justice System داریم، شریع الله داریم و بر اساس حقوق اسلامی قتل عمد موجب قصاص هست و قصاص تنها یک public right، حق عمومی نیست، حق خصوصیه و در نتیجه اجرای اون و بخشش در خصوص اون به عهده اولیای دم، خانواده مقتول گذاشته میشه که تصمیم بگیرن آیا اعدام صورت بگیره یا خیر. خب در مورد پرونده ریحانه الان بسیار این مسئله، چون پرونده ریحانه به مرحله مصالحه رسیده، در مورد کیس ریحانه جباری اگه بخوایم از نظر حقوقی بررسی بکنیم، خب در این کیس بحث دفاع مشروع مطرح شده و ادعا شده که از مصادیق سلف دیفنس دفاع مشروع بوده، هرچند که در دادگاه به تایید نرسیده ولی این ادعا وجود داشته. به خاطر همین من فکر میکنم جالب باشه که کیس خانم ریحانه جباری رو با کیس های مشابهی که در آمریکا وجود داره مقایسه بکنیم. خب کیس های متعددی هست که ما میتونیم شباهت هایی پیدا کنیم، ولی یک کیس به خصوص، پرونده به خصوص خیلی توجه منو به خودش جلب کرده. بله، و این کیسی که خیلی به نظر من جالب هستش که مقایسه بکنیم با کیس ریحانه جباری، کیس جوان لیتل، دختر سیاه‌پوستی هستش که در مقام در جریان دفاع مشروع در حالی که مورد تجاوز واقع شده بوده از خودش دفاع میکنه و فردی رو به قتل میرسونه. قبل از اینکه وارد جزئیات این کیس بشم، به نظر من لازم هستش یک مقدار در مورد دفاع مشروع یا سلف دیفنس توضیح بدم. خب سلف دیفنس در تمامی نظام‌های حقوقی پذیرفته شده است، دفاع مشروع، ولی تفاوت‌هایی داره که شرایط اثباتش رو از یک نظام حقوقی به نظام حقوقی دیگه تا حدی متفاوت می‌کنه. در ایران دفاع مشروع پذیرفته شده، ولی خب شرایط احرازش یک مقدار شاید سخت‌تر باشه به نسبت آمریکا. باید واقعا تناسب بین عمل فرد و خطری که وجود داره وجود داشته باشه، عمل ضرورت داشته باشه، خطر قریب الوقوع باشه و واقعا شرایطی برای فرد وجود نداشته باشه که بتونه از فرد دیگری یا از قوای دولتی، پلیس کمک بگیره که مانع ارتکاب جرم بشه. ولی در صورتی که فردی در جریان دفاع از نفس یا ناموس خودش مرتکب جرمی بشه، بر اساس دفاع مشروع از علل موجه هست و اون فرد مسئولیت کیفری و مدنی نداره. در آمریکا هم سلف دیفنس جاستیفیکیشن هست و عمل اون فرد رو، اون جرم رو جاستیفای میکنه و اون فرد دیگه مسئولیت کیفری، کریمینال لایبلیتی نداره. در خصوص کیس ریحانه متاسفانه در دادگاه ثابت نشده سلف دیفنس و شاید این به این امر برمیگرده که قضات ما آشنایی کاملی به ویژگی های زنان و عکس العمل های زنان ندارن. خب ما وقتی در مورد سلف دیفنس صحبت میکنیم، واقعا باید تمایز قائل بشیم بین عکس العمل های یک reasonable women، زنی که به شکل معقول در شرایط خطر عکس العمل از نشون میده، واکنش نشون میده، با یک مرد. و این آموزش ها لازمه که به نظام قضایی هر کشوری داده بشه.
در آمریکا گفتم که خوب هست راجع به کیس جوان لیتل صحبت بکنیم. دختر سیاه‌پوستی بوده که خب پیشینه کیفری داشته و در زندان به سر می‌برده به دلیل جرم سرقت، ولی یک سن کمی هم داشته، هم سن و سال ریحانه بوده و یک نگهبان سفید پوست زندان میخواد که به جوان تعرض بکنه، به تجاوز بکنه و جوان در جریان دفاع از خودش، در جریان سلف دیفنس، با 11 ضربه چاقو این نگهبان زندان رو میکشه. خب در وهله اول اتهامش قتل عمدی درجه یک first degree murder میشه که خب مستوجب اعدام بوده. این اتفاق در ایالت نورت کارولاینا میفته در دهه 70، که خب نورت کارولاینا هم خیلی در این ایالت مجازات اعدام زیاد هست، به وفور وجود داشته و در اون دوران واقعا کیسی که وجود داشته باشه و در اثر سلف دیفنس برای ریپ تجاوز به اون صورت گرفته باشه و به اثبات رسیده باشه به اون شکل مطرح نبوده و این کیس در واقع اولین پرونده میشه در آمریکا که دفاع مشروع در اون ثابت میشه و سرانجام این دختر جوان سیاه پوست تبرئه میشه به خاطر اینکه دادگاه به این نتیجه میرسه که او مرتکب جرم نشده و تنها در جریان دفاع از خودش در مقابل مرد مسنی که متجاوز بوده از خودش دفاع کرده. البته جریان اینکه جوان تبرئه میشه به این راحتی نبوده و شباهت های زیادی با کیس ریحانه داشته. در اون دوران فمینیست ها و ارگانیزیشن های مختلفی که برای سیویل رایتس کار میکردن پا به جلو میذارن و از جوان دفاع میکنن، یک سری موومنت ها و جنبش هایی، تظاهراتی صورت میگیره و سعی میکنن واقعا این رو نشون بدن که اعدام اشتباه هست و این پرونده کیس جوان لیتل در واقع وسیله میشه برای افرادی که میخواستن مخالفت خودشونو نسبت به مجازات اعدام نشون بدن و بگن که چقدر میتونه مجازات اعدام اشتباه باشه، مخصوصا در شرایطی که فرد در حالت دفاع مشروع از خودش دفاع کرده. و خانواده مقتول چی کردن؟ در اون خب خانواده مقتول شاید به اندازه‌ای که در ایران و سایر کشورهای اسلامی که شریع الله در اونجا حاکم هست مطرح نمیشن در همه کیسا، به دلیلی که گفتم پیشتر، خب به خاطر اینکه حق خصوصی نیست اعدام در آمریکا، یک حق عمومیه و واقعا بخشش اونها تاثیر مستقیمی در اجرای اعدام و عدم اجرای اعدام نداره. ولی افرادی که خب وقتی که پژوهش‌های متعددی صورت گرفته که ببینن در آمریکا آیا خانواده فامیلی آف ویکتیم، خانواده بزه دیده، موافق اعدام هستن یا مخالفش هستن، دیده شده که افراد پرونده های بسیاری بوده که خانواده مقتول، خانواده بزه دیده مخالف اعدام بودن و اعتقاد داشتن واقعا اون اعدام، وقتی که قاتل اعدام میشه اولا فرد از دست رفته رو باز نمیگردونه و اگر واقعا خانواده بزه دیده دنبال آرامش هستن، در اثر این آرامش ممکنه دهه ها طول بکشه که به اون خانواده برگرده و با اعدام دوای این کار نیست. با اعدام شاید یک تسکین موقتی چند روز پس از اجرای اعدام وجود داشته باشه، ولی این تسکین موقت است، از بین میره و درد و آلام فردی، خانواده‌ای که واقعا عزیزی رو از دست داده، به این راحتی به دست نمیاد. به خاطر همین در آمریکا هم
بسیاری بسیاری از افراد هستند که واقعا خودشون درگیر بودن، خانواده مقتول بودن، ولی عقیده به این داشتن که باید به بخشش روی آورد و اعدام مجازات مناسبی نیست. تشکر میکنم. به گفتگوی داشتی گفته مفصل چند هفته ای با دکتر فرهنگ ولاکویی درباره همین مسئله ریحانه و از این قبیل و اینکه در پاره‌ای از کشورها به نام عدالت مجازات اعدام صورت میگیره. این وحشتناکه. به نام با مجازات اعدام عدالتی احراز نمیشه. نظام نظم ممکن ایجاد بشه، نظم یا به قصد ایجاد نظم یا به قصد ایجاد رعب، ولی عدالت تأمین نمیشه در این وسط. وسط به نظرم با مجازات اعدام فقط عدالتی که پایمال میشه. خیلی تشکر میکنم از دکتر ساناز علسی عزیز. من به شما روز بخیر میگم، شب بخیر در ایالت تگزاس. مرسی، خیلی ممنون، شب و روز شما هم بخیر. خب، منظر دیگر از برنامه با چی هستیم؟ دکتر نوذری عزیز با ماست. دکتر حسام نوذری. دکتر نوذری، بار گذشته درباره حیات در عمق اقیانوس ها، عمق 11 کیلومتری اقیانوس، گونه های دیگری از حیات که برای انسان ناشناخته بوده اما به تدریج ما داریم اونا رو میشناسیم. خب چرا مهم بود؟ به خاطر اینکه گذشته ما رو به ما نشون میده. 1 میلیون سال پیش چه اتفاقی افتاد؟ 2 میلیون سال پیش، 1 بیلیون سال پیش. چون در اون شرایط، در عمق دریا، شما واقعا مثل یک فیلم میتونید گذشته رو از طریق علمی بخونید. یک چیز دیگه هم خیلی جالب هست. ما همیشه راجب تحول و دگرگونی و یا تکامل موجودات روی کره زمین صحبت میکنیم. درست. که برمیگرده به 4.5 بیلیون سال پیش. درست. به بعد. اما احساسات چی؟ ما فقط جسم نیستیم. انسان عصبانی میشه، خوشحال هست، میخنده، ناامید میشه، عاطفیه، عاطفی هست، امیدوار میشه. آیا این خصوصیات در حیوانات دیگه هم وجود دارند؟ و این خصوصیات چه زمانی روی کره زمین ظاهر شدند؟ آیا با ما ظاهر شدند؟ یا قبل از ما هم وجود داشتند؟ اگر سری بزنیم به عمق اقیانوس، شما موجودی رو میبینید که شوخ هست. عجب. یا شیطون هست، یعنی به دوربین شما شیطنت داره، به دوربین شما نزدیک میشه، با شما بازی میکنه و هیچ هدف دیگه نداره جز شیطنت کردن. و وقتی که شما میرید میاد دنبالتون تا حواس شما رو به خودش جمع کنه که برگردید. یعنی دوست داره ارتباط برقرار کنه. ارتباط یعنی هدف خوردن غذا نیست. در چه عمقی؟ همون عمقی که راجع به صحبت میکنیم، عمقی که نه نور خورشید یعنی هست. یعنی آبزیه دیگه، آبزی هست و فشار به قدری زیاد هست که اگر انسان اونجا بود خورد میشد. یک زیر دریای معمولی اونجا بود خورد میشد. اما میدونیم که حیوانات اونجا میتونن زندگی کنن. خب رابطه مثلا همچه حیوان شوخ شیطونی با بقیه موجوداتی که هستن چی؟ همین رابطه رو داره، همین وضعیت رو داره، همینطور هست. و این رو شما میبینید. بنابراین این سوال مطرح میشه، ما همیشه فقط بایستی دنبال تحول انسان از لحاظ جسمی باشیم یا اینکه وقتش شده راجب به احساسات هم صحبت بکنیم، یعنی درونش و درون انسان. و اگر این کار رو میخوایم بکنیم بایستی تحول رو قبول بکنیم. و اونهایی که قبول نمیکنن کافی یک سر بزنن، یک سفر برن به عمق اقیانوس ها تا از نزدیک اون رو ببینند. یا از یک نمونه دیگرش فرض کنید دفاع هست. چرا یک حیوان بایستی جون خودش رو به خطر بندازه برای یک حیوان دیگه؟ این بخشندگی هست. درست. و به خاطر همین وقتی که ما این ژن‌ها رو مطالعه می‌کنیم به قدری صفحات گذشته ما روشن میشه و این میتونه کمک بکنه برای آینده. به جای اینکه ما حدس بزنیم، الان موقع این شده که ما دیگه لازم نیست حدس بزنیم. یک چیزی مثل تاریخ مصر. ببینید تا روزی که به تاریخ مصر باستان از لحاظ احساسی نگاه می کردیم یا فقط رجوع می کردیم به کتاب هایی که منبع و مأخذ ندارند، اون اتفاقی افتاد که افتاد، قضاوت های غلط. اما الان که ما مومیایی ها رو
مطالعه میکنیم، عمر اونها رو مطالعه میکنیم، شکست بندی ها رو در کارگرها میبینیم، وضع زندگی، حقوق زنها، به خاطر جریانات علمی تاریخ رو صحیح الان داریم مینویسیم. ببینم فرمودید کارگرها، یعنی کارگرهایی که در مصر باستان کار میکردن وقتی دچار شکستگی استخوان میشدن اونا معالجه میشدن 100%. امروز اسنادش وجود داره، خودم دیدم. خب. یکی دوتا نه، بنابراین یعنی از یه نوع بیمه درمانی برخوردار بودن 100%، چون برده نبودن. برده نبودن، نه، اینها کارگرانی بودند که حقوق میگرفتن و به همین دلیل هم هست که خیلی از اونها مومیایی شدند. یعنی مومیایی شدن، آدمای مهمی بودن دیگه، یعنی کار هنری انجام میدادن، هنرمند بودن. هنرمند. هنرمند بودن، اما یک تعدادی هم از آفریقای مرکزی می اومدن به مصر به خاطر حقوق بالا، یعنی حقوقشون رو میگرفتن و یک مقدار از حقوق رو میفرستادن خونه به اون کشورهایی که به پای مصر نمیرسیدن. اما مصر حقوق خوب به اینها میداد و اینها میتونستن، یعنی واقعا باید قبول کنیم که در دوره فرعونی برده‌داری نبوده؟ اون چیزی که گفته میشه به هیچ عنوان، به هیچ عنوان، یعنی یک برده اصلا نمیتونه ابو سیمبال رو بسازه، لاکسار رو بسازه، بله، سفینکس رو بسازه، اهرام رو بسازه، یا کرنک رو بسازه. نه، اونا که باید حتما دوره های تحصیلاتی کرده باشن، هنرمند باشن و خب بوده، مدارس بوده، بزرگ باشن. بله، و خب همه هست، همه سند. و چند تا مثلا در مورد همین کارگرایی که گفتید که شکسته بندی شده دستشون یا پاشون، فرق نمی کنه، اندامشون، و اینا مومیایی شدن، مثلا چه تعداد الان سند در اختیار ماست؟ هزاران. بله، هزاران. بله، در کجا نگهداری میشه؟ قسمت مهمش الان در موزه مصر، اما قبل از اون در موزه برلین، در موزه انگلیس، به خصوص وقتی که جوانی بلزونی 1823 وارد مصر شد، اون یکی از نخستین کسانی هست که به خدمت موزه بریتانیا در اومد. با وجود بر این که ایتالیایی بود و موزه بریتانیا رو واقعا غنی کرد از این لحاظ، به خاطر که در مصر مردم نمیدونستن، از گذشته خودشون آشنا نبودند، چون تنها منبع اطلاعات اونها کتابهای مقدس بودند که منبع و مأخذ نداشتند و روی احساسات بیشتر قضاوت میکردن مردم. اما بعد از جریانات استقلال مصر ما بیشتر و بیشتر میبینیم که این مسائل باستانی در خود مصر باقی میمونه. اخیرا هم که خب موزه جدید مصر میاد که این خب خبر خیلی مهمی هست که یک مقدار جای اون موزه کهنه رو بگیره، که خیلی از این آثار به قدری زیاد هست که جا نداره اینها رو بگذارن. ببینید در مصر باستان ما بیشتر از تمام دنیا رو هم آثار باستانی دارید، یعنی اگر شما تمام دنیا رو هم بگذارید به پای مصر نمیرسه. درسته، این که کاملا درست، و جا ندارن که اینها رو بگذارن. و خوشبختان این آثار باستانی نظر کلی آثار هم روز کشف نشده، هنوز زیر خاکه، همینطور هست، خیلی زیاد. و این آثار میگن تا دهه های آینده هر چه بگردن چیزهای تازه پیدا میکنن. 3000 سال تاریخ لاینقطع. برگردیم به اون مسئله خودمون، اقیانوس، مسئله برآمدن، اِوولوشن. یه انسان، حالا تکوین انسان، دوران تحول و تطور انسان، برآمدن انسان که از به عنوان تکامل یاد شد، که واقعا درست نیست، ولی بیشتر به ما برآمدن جسمانی انسان نظر داشتیم. الان اشاره که دکتر نوذری کرد کاملا درسته، اون چیزی که حالا عرفای ما بهش میگن معرفت و نفس میگن، یا در واقع تکامل درون انسان، پس جاش کجاست؟ شما تصور میکنید با کاوش در اعماق اقیانوس ها بشه جواب برای این سوال پیدا کرد؟ بدون تردید. ببینید، ژن‌ها کد پروتئین‌ها رو دارن. پروتئین‌ها ساختار بدن هستند. خب شما اگر یک مقدار شیمیایی بدن شما به هم بخوره، یک مقدار ممکنه غمگین بشید. درسته؟ شیمیایی بدنتون. درسته. نه اینکه خبر بد بشنوید. و اگر یک مقدار شیمیایی بدن شما از اون طرف بهبود پیدا بکنه، خوشحال میشید، نه به خاطر اینکه خبر خوشی شنیدید، رویتون خوبه، حالتون خوبه، و اون موادی که در بدن شما ترشح میشن اثر میذارن. چرا عمق اقیانوس مهم هست؟ به خاطر اینکه حیات به صورت چرخه از بین میره و دو مرتبه زاده میشه. ما موجوداتی رو میبینیم که روی خشکی اونها رو نمیبینیم. برای مثال
ما یک موجود میبینیم در عمق 11,000 متری در ماریانا بهش میگن خب. در اقیانوس آرام بخش غربی، این حدود 40 متر طول داره. خب 40 متر. 40 متر. 40 متر طولش هست. یک حیوان هست که غذا میخوره، یعنی بزرگترین موجود دریاییه پس. بله، ولی وقتی که نزدیک میشید و نزدیک میشید جمع میشه، میبینید نه این یک موجود نیست. اینا چند تا سلول های مختلف هستن که کنار هم جمع شدن، یک جامعه تشکیل دادن، یک قبیله رو تشکیل دادن. یک تعداد از اونها کار هضم رو انجام میدن، یک مقدار از اونها کار حرکت کردن رو انجام میدن. حالا اگر اینها رو از هم جدا کنید دوام نمیارن، اگر هم فلج میشه به هم وصل کنید، وصل نشدن هنوز که بشن یک موجود. آه. پس این چی هست؟ ببینید این به خاطر همین عمق دریا مهم هست و این به خوبی نشون میده اون تحول از تک سلولی به چند سلولی و از چند سلولی به گیاهان و از گیاهان به حیوانات و اون تنوع. و میدونید که وقتی که این سلولها و این ژنها تقسیم میشن اشتباه رخ میده و اشتباه راز حیات و زیبایی و گوناگونی زندگی هست. تشکر میکنم. صحبت میکنیم یاد باشه درباره موجود 10 متری و همسان 40 متری و همسان. چهل متر. نظر نظری همینان عزیزم، خداحافظ شما.